چه اتفاقی در حال روی دادن برای آسمان است؟ آن گستره‌های وسیع آبی اکنون پر از ابرهای پنبه‌ای شده است. چه می شود اگر به تو بگویم که آن آسمان آبی که با آن بزرگ شدی دیگر چیز نادری است؟ آیا تا به حال متوجه نشدی؟ فقط کافی است به بالا نگاه کنی. این آسمانی که امروزه می‌بینی متشکل از ابری مه‌آلوده است. آیا می‌خواهی بدانی آن بالا چه خبر است؟ موضوع از مارس سال 2000 آغاز شد، یعنی جایی که ستونهای پف کرده چربی به جای مانده از هواپیما، یا بهتر بگویم هواپیماها، نظریه گزارشگر رادیوی شبانه WMWV یعنی برنت را که ساکن روستای کوچکی به نام پارسونز فیلد بود را به خود جلب کرد. زیرا این ستونهای متقاطع به جای پراکنده شدن مانند کنترایلز های معمولی گسترده تر شدند و شروع به ادغام کردند. در طول 45 دقیقه او و همسرش 30 مورد مشابه را در آسمانی که معمولا فاقد ترافیک هوایی بود شناسایی کردند. و آنچه که او را کنجکاوتر کرد پاسخ مسئولین کنترل هوایی به تماس‌های مکرر او بود که می‌گفتند فقط 9 پرواز تجاری وجود داشته و از منطقه‌ای که او حضور داشت باید فقط یکی از پروازها دیده می‌شد. در همان شب او در برنامه رادیوی خود در این باره گفت و همین باعث شد تا مردم منطقه سرشان را به سمت بالا برگردانند. از آن تاریخ به بعد آنقدر به تعداد این موارد اضافه شد که در سال 2001 اسوسییتد پرس رسما گزارشی درباره دنباله‌ای از آب متراکم شده از هواپیماها یا همان کنترلز تهیه کرد و برای این موارد رسما از کلمه کمترلز استفاده کرد، یعنی یک دنباله قابل دید که توسط یک هواپیما در آسمان رها می شود و شامل مواد شیمیایی یا بیولوژیکی است که به عنوان بخشی از یک عملیات مخفی منتشر می شود. از این پس بود که نظریه‌های مختلفی مطرح شد که شاید مهمترین آنها دستکاری آب و هوا توسط دولت‌ها می باشد. اما طولی نکشید که دولت ایالات متحده واکنش نشان داد و تمام این ماجراها را فریب خواند و گفت که اینها چیزی جز دنباله‌ای از آب متراکم شده از هواپیما در ارتفاع بالا که به صورت رگه‌های سفید در آسمان دیده می شود نیستند و دولت هیچ اهداف نظامی در این باره نداشته و ندارد. اما این در حالی است که نیروی هوایی ایالات متحده در جنگ ویتنام پروژه نظامی بارور کردن ابر به نام عملیات پاپای را انجام داده بود تا با نرم کردن سطوح جاده ها و ایجاد رانش زمین تدارکات نظامی ویتنام شمالی را مختل کند. و دوباره این در حالی است که در 17 ژوئن 1996 به دستور رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا مطالعه‌ای با عنوان مالکیت آب و هوا تا سال 2025 انجام شد و در آن توضیح داده شده است که چگونه متخصصان نیروی هوایی مواد شیمیایی را در پشت هواپیماهای تانکر بلندپرواز در فرایندی به نام تاریکی هوایی پراکنده می‌کنند. خب آیا این یک فریب است؟ اگر بله پس به این گوش کنید. دونالد ترامپ این گونه توییت کرد: اولین دستور اجرایی من به کمترایلز در سراسر آمریکا پایان می‌دهد. این توییت او بعد از 1 ساعت حذف شد. به هر حال با اینکه دولت‌ها و حتی رسانه‌ها کمترایلز را یک فریب می‌دانند، اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای مثال اینها نمی‌توانند آب متراکم شده از دنباله هواپیما باشند، زیرا تشکیل مسیرهای تراکم به دمای کمتر از منفی 24 درجه سانتیگراد و رطوبت 70% نیاز دارد. اما بارها و بارها پیش آمده که در یک زمان و یا در فاصله زمانی بسیار کوتاه و در یک منطقه خاص دو یا چند هواپیما مشاهده شده است که یکی مسیرهای تراکم کوتاه و کم عمر داشته و دیگری دارای طولی بلند و به عبارتی عمری طولانی داشته است.
این نمونه ای است که خودم فیلم برداری کردم. و این یکی نمونه دیگر است که در طول یک ساعت فیلم برداری کردم. رد باقی مانده از هواپیما نه تنها از بین نمی رود، بلکه گویی در حال پخش شدن و ادغام شدن است. اما بیایید به دو سال قبل‌تر، یعنی به بهار سال 1998 برویم. در بهار سال 1998، ساکنان اونتاریوی کانادا پس از بارش باران دچار سردرد، درد مزمن مفاصل، سرگیجه، خستگی شدید ناگهانی، حملات حاد آسم و علائم شبیه آنفولانزای بدون تب شدند و آنقدر تعداد مراجعه کنندگان زیاد بود که مقامات بهداشتی استان دستور آزمایشات گسترده را صادر کردند. طولی نکشید که مشخص شد غلظت ذرات آلومینیوم موجود در باران 7 برابر بیشتر از حد مجاز توسط قوانین ایمنی بهداشت کانادا است. و این در حالی است که شهروندان از چند روز قبل‌تر گزارش دیده شدن هواپیماهای مشابه را داده بودند. اما طولی نکشید که مشاهده کمترلز در حداقل 12 کشور دیگر از جمله استرالیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، ایرلند، ایتالیا، نیوزلند، اسکاتلند و سوئد گزارش شد. و طولی نکشید که اعتراضات جهانی مخصوصاً در کانادا و آمریکا نه تنها در بین مردم عادی، بلکه افراد مشهور صورت گرفت. و همین امر باعث شد نماینده کنگره آمریکا دنیس کوسینیچ به نیابت از مردم قانون حفاظت از فضا را معرفی کند که خواستار حذف سلاح‌های عجیب و غریب از فضا شد. در میان سلاح‌هایی که باید ممنوع می‌شدند نام کمترلز خودنمایی می‌کرد. از این پس تقریباً سر و صدایی در این باره شنیده نمی‌شود تا اینکه در سال 2008 در شورای روابط خارجی در مورد معکوس کردن گرمایش جهانی توسط مهندسی زمینی بحث می‌شود. طبق این پروژه ذراتی را در آسمان پخش می‌کنند که باعث می‌شود تابش خورشید را به سمت خودش منعکس کند و در نتیجه گرمای زمین کاهش می‌یابد. اما آنچه که مهم است این است که در آن روز به یک نکته مهم هم اشاره شد. خطر قابل توجه این پروژه برای سلامت انسان‌ها در سراسر جهان. و این در حالی است که در همان سال چین ادعا کرد که با دستکاری آب و هوا المپیک را با هوایی دلپذیر تجربه خواهیم کرد. اکنون سوال این است، آیا کمترلز همان پروژه کنترل گرمایش زمین است؟ و یا هدف دیگری در پشت این وجود دارد؟ اگر هیچ کدام، پس چرا اینها ابرهای بارانزا را از بین می‌برند؟ و یا چرا آسمان آبی را به یک آسمان کدر و مات تبدیل می کنند؟ در واقع این گفته من نیست، این گفته اسکات استیونز است. او برنده جایزه هواشناسی است و مسئول پیشبینی هواشناسی در یک برنامه زنده تلویزیونی بود. او در اواخر 1998 متوجه یک تغییر در الگوی آب و هوایی شده بود. او می گوید، وظیفه من پیشبینی شرایط آب و هوایی بود، اما من در برنامه تلویزیونی یک دستور کار را پیشبینی می کردم. در نهایت او تصمیم به مطالعه بیشتر می گیرد و سپس مطالعاتش در این باره را با مردم در جریان می گذارد و همین امر منجر به اخراج او می شود. در نهایت او خطاب به مردم می گوید که به معنای واقعی کلمه این یک تئوری نیست، بلکه این یک حقیقت است. اکنون یک سوال مهم وجود دارد و آن هم این است که آیا این بر سلامت انسان‌ها تأثیر می‌گذارد؟ بیایید به کشفیات چند ماه قبل‌تر دانشمندان دانشگاه کوپنهاگ نگاهی بیاندازیم. طی تحقیقاتی دانشمندان توانستند وجود هیدروترای اکساید، یعنی ترکیبات شیمیایی بسیار واکنش پذیر، حاوی 3 اتم اکسیژن و 1 اتم هیدروژن متصل به یکدیگر را در جو ثابت کنند. به گفته پروفسور هنریک گرومگیگال، این ترکیبات در ساختارشان منحصر به فرد هستند و از آنجایی که به شدت اکسید کننده هستند به احتمال زیاد اثرات زیادی را به همراه خواهند داشت.
که کمترین آنها بیماری‌های تنفسی و قلبی هستند و همچنین به گرم شدن کره زمین کمک می‌کنند. هرچند که در این گزارش نامی از کمترلز نیامده است، اما یا ممکن است که به این موضوع ربطی داشته باشد؟ زیرا چرا تا کنون این ترکیبات شیمیایی در جو وجود نداشت؟ فقط کافی است یک نگاهی به آمار بیاندازید تا ببینید که میزان آسم، آتیسم و حتی آلزایمر حتی بین جوانان روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. آنچه در تصویر می بینید وبسایت رسمی کمیسیون اتحادیه اروپا است. در این صفحه آمده است که 4 کارمند سازمان هواشناسی اسپانیا اعتراف کردند که اسپانیا توسط هواپیماهایی که دیوکسید سرب، یودید نقره و دیاتومیت را در جو پخش می کنند در سراسر کشور اسپری می کند. اگر به وبسایت دیدبانان مهندسی زمینی یعنی کسانی که بر روی کمترلز مطالعه می کنند نگاهی بیاندازید، می توانید تصاویر زیادی از این هواپیماها ببینید. حتی تصاویری از داخل هواپیماهایی که مواد شیمیایی را پمپ می کنند هم منتشر شده و حتی بیشتر. در آنجا بزرگ و خوانا نوشته است که مهندسی زمینی بر شما، محیط شما و عزیزانتان تأثیر می‌گذارد. پس آیا این یک عملیات اشتباه برای کنترل گرمایش جهانی است؟ و یا عملیاتی برای دستکاری آب و هوا به دلیل سود، جنگ و یا چیزی دیگر؟ به هر حال مطالعات بسیاری در سراسر دنیا انجام شده و شما می توانید برای کمتر کردن تأثیر این مواد راهنمایی هایی را که در وبسایت دیدبانان مهندسی زمینی آمده را مطالعه و به توصیه های آنها عمل کنید. جدای از این، طبق مطالعه‌ای که در دانشگاه پزشکی تهران انجام شده است، ویتامین ها، مکمل ها و گیاهان خاصی وجود دارند که می توانند این فلز های سنگین را درون بدن انسان بلاک کنند. لینک های اصلی در قسمت توضیحات قرار دارد، اما اگر به انگلیسی مسلط نیستید، من این مقاله را به فارسی ترجمه و در 2 فایل PDF جداگانه آماده کردم. لینک در قسمت توضیحات قرار دارد. خب، مهمترین تئوری ها و بحث ها را دیدید و شنیدید. برخی اشاره به گرم کردن زمین دارند، برای مثال اعتراف کارمندان سازمان هواشناسی اسپانیا، و برخی دیگر اشاره به سرد کردن زمین دارند، برای مثال مقابله با گرمایش جهانی. اما شما چه فکر میکنید؟ بیایید به گفته دکتر تروبادور، مهندس ارشد کمتریل در زمان اوباما، به خبرنگاران گوش دهید. مهندسی زمین با تریل‌های شیمیایی تنها چیزی است که از تغییرات فاجعه‌بار آب و هوا جلوگیری می‌کند. بله، هم برای سلامتی، هم برای دولت و هم برای محیط زیست پرهزینه است. اما بهتر از خرابی مزارع و گرسنگی کامل است. خب، اجازه دهید نتیجه مطالعات خودم را بگویم. واقعیت هیچ کدام از اینها نیست. به بالا نگاه کنید. این نوری که می‌بینید نور معمولی خورشید نیست که به زمین می‌رسد. این نور مخلوطی از نور خورشید و فوتون کهکشانی است. از آنجایی که رنگ با قابلیت‌های چشم انسان تعریف می‌شود، یک فوتون نمی‌تواند رنگ داشته باشد، زیرا توسط چشم انسان قابل تشخیص نیست و همین امر باعث می‌شود تا ماه کم کم ناپدید شود. زیرا طبق پژوهشی که در دانشگاه محمد مراکش انجام شده، ماه یک هولوگرامی بیش نیست که دقیقاً همان مشخصات هندسی پروژکتور متحرک خود، یعنی خورشید را دارد. اما هولوگرام چه چیزی؟ خب این واضح است، هولوگرام زمین. اجسام با خاصیت کاملاً جامد اصولاً نمیتوانند به خودی خود نور مرئی متعلق به طیف الکترومغناطیسی را ایجاد و پخش کنند. برخلاف ماه که حتی در غیاب خورشید نیز نور ایجاد می کند و به بیرون می افکند. به نظر می رسد این پدیده به ماده پلاسما به عنوان یک ماده گازی یونیزه نزدیکتر است. در واقع از عجیبی ماه همین بس که از کودکی به انسان می آموزند به ماه نگاه نکند. اما چرا؟ آیا چون ماه تنها جسم آسمانی است که به راحتی قابل دیده است؟ و یا چون می توانی قاره های زمین را در لبه های ماه ببینی؟ و یا موضوعی مهمتر؟ من در اینستاگرام و یوتیوب نظرسنجی کردم و مشخص شد که این موضوع در بین ایرانی ها هم وجود دارد.
در اینستاگرام 41% شنیده بودند که نباید به ماه نگاه کرد و در یوتیوب 40% شنیده بودند. خب شاید بعضی وقتها دیده باشید که ماه جلوی ابرهاست. نمونه آن را چند روز پیش فیلمبرداری و آپلود کردم. هرچند که طبق علم امروزه این میتواند به دلایل مختلفی باشد. برای مثال ضخامت ابرها، خطای دید و موارد مشابه. و البته در تمام این موارد ماه به عنوان منبع نور در نظر گرفته می شود، نه به عنوان بازتابنده نور. اکنون سوالی پیش می آید، آیا این پدیده می تواند ربطی به این پژوهش داشته باشد؟ خب اکنون زمان صحبت در این باره نیست، زیرا ابتدا باید درباره این پژوهش بیشتر بدانیم. بنابراین لطفاً ویدیوی بعدی را تماشا کنید. اما ناپدید شدن ماه تنها تأثیر فوتون در دنیای ما نیست، زیرا این فوتون سرعت چرخش زمین و اندازه‌گیری زمان و همچنین فرکانس انرژی میدان ژئومغناطیسی را افزایش می‌دهد. بنابراین زندگی دیگر آنطور که می‌دانیم نخواهد بود و برای همیشه تغییر خواهد کرد. اما وقتی این فوتون به چشم انسان برسد، غده صنوبری انسان آن را دریافت می‌کند. هنگامی که امواج مغزی انسان با هارمونیک‌های جهانی و هندسه پای هماهنگ شد، برنامه ریزی ژنتیکی DNA انسان جهش می‌یابد. یا به عبارتی تزریق نور فوتون بشریت را در سطح مولکولی متحول می‌کند. اکنون ما به یک ابزار مجهز تبدیل شده ایم که از انتقال ما به زندگی در میدان‌های فرکانس بالاتر و آگاهی فوتون پشتیبانی می‌کند. آره، این همان عصر آگاهی است. این همان آخر دنیا است. این زمین جدید است. این آغاز عصر آکواریوس است. اما آیا مطمئنی که بعد از مصرف این همه فلوراید غده صنوبری تو تبدیل سنگ نشده و هنوز فعال است؟ آیا مطمئنی آماده این تغییر هستی؟ پاسخ این است، فقط درصد بسیار اندکی. بنابراین میتوان اینگونه گفت که کمترایلز فقط تنها تلاش بشر برای به تعویق انداختن آنچه است که در انتظار بشر است. فقط برای تأخیر انداختن. چرا که خواه یا ناخواه، دیر یا زود این فوتون ها از سپری که بشر طراحی کرده عبور میکنند و به زمین میرسند. آری، فقط برای به تأخیر انداختن. هر سال شرایط آب و هوایی بدتر خواهد شد. هوا خشک‌تر خواهد شد. قحطی و گرسنگی همه جا را فرا خواهد گرفت. درست است که گفتیم 105 سال دیگر، اما 105 سال دیگر زمان اوج آن است و ما 105 سال دشوار در پیش رو داریم که آهسته آهسته به سمت آن می رویم. اینها فقط برای به تأخیر انداختن آن فاجعه مضاعف است.